دستگاه سرکوب رژیم اسلامی مدام در کار تارومار کردن کنشگران مبارز است. حساس‌ترین نمونه های آن به زندان افکندن لیلا حسینزاده است، کنشگر سیاسی و فعال پیشین جنبش دانشجویی. لیلا حسینزاده کیست؟ روز یک شنبه ششم شهریور شماری از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به بازداشت لیلا حسینزاده جلسه‌ای با حضور رئیس دانشکده برگزار کردند و در این جلسه تاکید کردند که دانشگاه موظف است با جدیت پیگیر وضعیت سلامت و آزادی لیلا حسینزاده باشد. لیلا حسینزاده زاده 1370 است، فعال سیاسی، دبیر پیشین شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران است. او 4 مرتبه از جمله در رابطه با اعتراضات دیماه 1396 بازداشت شده و مجموعاً به بیش از 10 سال زندان محکوم شده. لیلا حسینزاده آخرین بار 29 مرداد 1401 مقابل منزل خود با ضرب و شتم بازداشت شد. چند روز پس از بازداشت لیلا حسینزاده شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ لیلا حسینزاده را آزاد کنید و فری لیلا از او پشتیبانی کردند و خواستار آزادی او شدند. زندانی ای اوج فریاد، زندانی ای هر دم در یاد، قفس را بسوزان، رها کن پرندگان را. هر شلاقی که فرو می آید دو صدا دارد، یک صدا را شلاق زن می شنود، صدای دیگر را شلاق شده. ما صدای دوم شلاق هستیم. کدام صدا قوی تر است؟ نرون و رضا شاه صدای اول را می شنود، صدای دوم را ما میشه. عرقش را شلاق زن پاک میکنم، ما نیز عرقمان را پاک میکنم. شلاق بعدی را که میزند میگوییم محکمتر از این هم میتوانید بزنید آقا، ما شما را محکمتر از این زدیم. لیلا حسینزاده را از شکنجگاهی به شکنجگاه دیگر میبرند. روز 29 مرداد که را دستگیر کردند، بعد از چند روز به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز منتقل کردند. در بار اولی که دستگیر شده بود، 500 دانشجوی دانشگاه تهران در نامه‌ای به وزیر وقت علوم تحقیقات و فناوری به مجموع 70 سال احکام زندان صادر شده برای 13 دانشجوی این دانشگاه از جمله لیلا حسینزاده، مرضی امیری و کسرا نوری اعتراض کردند و دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل برای او سرود خون ارغوانها را خواندند. یکی از موارد اتهامی لیلا خواندن همین سرود خون ارغوانها بود. در بیانیه‌ای که برخی از این حزب‌اللهی‌ها نوشتند اشاره کردند که در پرونده لیلا حسینزاده در تاریخ 16 دیما با تعدادی از عناصر جریان مارکسیستی به بهانه روز تولد محمد شریفی مقدم، یکی از محکومان امنیتی اقدام به تشکیل تجمع در مقابل دانشگاه صنعتی شریف کردند و در اقدامی قابل تأمل با خواندن سرود منتسب به یکی از گروه‌های ضد انقلاب، گروهک تروریستی فدایان خلق، ماهیت واقعی این تجمع را پدیدار کردند. نکته قابل توجه نقش لیدری لیلا حسینزاده در جریان تجمع مذکور بود. اجرای سرود خون ارغوانها توسط دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل تقدیم به لیلا حسینزاده. Oh,
کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان کشور با انتشار متن دادنامه لیلا حسین‌زاده در توضیح آن نوشت که عیناً در دادگاه تجدید نظر حکمش تایید شده و صرفاً اشراد مجازات تخفیف یافت. در این بیانیه این متن کیفرخواست دادگاه آمده است. از جمله در کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی نایی 33 تهران آمده است خانم لیلا حسین‌زاده به الف اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی، به اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی، ج فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق سردادن شعارهای ساختار شکنانه در تجمعات و ترغیب دانشجویان در صحنه تجمع و انتشار اخبار و عکس و فیلم تجمعات با توجه به کیفرخواست دادسرا و گزارش وزارت اطلاعات، او دانشجوی دانشگاه تهران و مجرد فاقد سابقه کیفری می باشد. حسب مستندات موجود و بلاز دانشجو بودن با تفکرات سوسیالیستا و کمونیستا آشنا می شود، در فضای مجازی فعالیت خیش را در همین راستا تشدید و همزمان با طرح کارورزی دولت برای دانشجویان اقدام به تأسیس و مدیریت کانال علیه بیگارورزی می نماید. در برخی از تجمعات از جمله مقابل مجلس و وزارت کار در حمایت از زندانیان سیاسی و کارگران حضور یافته است. او در تاریخ 9 دی 96 در کوی دانشگاه تهران تحصن را آغاز نموده و اولین فردی بوده که شعار مرگ بر دیکتاتور را فریاد زده است. رهبری تجمعات و سردادن نوع شعارها و به اهتزاز درآوردن پرچم سرخ به نشانه پرچم سرخ کمونیست از اهم اقدامات مجرمانه متهم می باشد. شعارهایی که در این تاریخ از سوی متهم و مرتبطین او داده شده عبارتند از اصلاح طلب، اصولگرایی تمام ماجرا، مرگ بر گرونی، مرگ بر بیکاری، ایرانی با غیرت، حمایت حمایت. همچنین در هنگام درگیری با پلیس آنها را با لفظ بیشرف بیشرف خطاب کردند. متهم به شرح صفحه 23 پرونده به کلیه حضور خود در تجمعات غیرقانونیت جمله تجمع 16 آذر 94 و تجمع 16 آذر 95 در اعتراض به پولی شدن سرویس‌های دانشگاه و اعتراض به سنوات حضور داشته و اقرار صریح دارد. از جهت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل 1 حبس تعزیری و از جهت اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به تحمل 5 حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می شود و به عنوان مجازات تکمیلی به مدت 2 ممنوع خروج از کشور اعلام می نماید. لیلا حسین‌زاده در زندان بود و بعد از آزادی از زندان، آزادی موقت و مرخصی که با گذاشتن وثیقه در اوائل دیماه 96 دستگیر شده بود، آمد و یک گزارش نوشت. پس از آمدن برای مرخصی در رابطه با وضعیت بند زنان محبوس در زندان اوین می نویسد: روزی که من عازم مرخصی شدم، قصد داشتند دادگاه بدوی 3 پرونده سازی برای آتنا دائمی را در حالی برگزار کنند که اولا هیچ ابلاغ قبلی به او صورت نگرفته و فقط شب قبل اعلام اعزام به دادگاه شد. او در ادامه این گزارش خود نوشته است که روزی که من عازم مرخصی شدم، مریم اکبری منفرد وارد 3 از 11 سال حبس خود شده بود، آنم بدون آنکه طی تمام این سالها حتی 1 مرخصی داشته باشد. از تک تک زندانیان سیاسی نامی برد، از نرگس محمدی، عرس امیری، سبا کرد افشاری و بقیه زندانیان. می‌نویسد: این سوی دیوار در شرایط کنونی برای ما نه آزادی موقتی یا مرخصی، بلکه برزخی جهنمی است، پر از نگرانی برای سلامت و جان همبندی‌هایمان و دیگر زندانیان. همچنین خشم و نفرت نسبت به تبعیض و ظلمی آشکار که گویی به وضوح اعلام می‌کند. جان یک عده ارزش ندارد و رنگ خون‌ها حتی در مرخص کردن در این شرایط با هم فرق می‌کند. بر روی تنها
امید به شکستن قفل زندان از اساس امید واقعی است. لیلا حسین‌زاده فعال دانشجویی و کارگری بود. او یک ارزیابی دارد از مبارزه معلمان. قراره که خیلی کوتاه در خصوص جریان صنفی معلمی در سالی که گذشت صحبت بکنم. من فکر می‌کنم که جریان معلمی با حضور خیابانی که داشت چیزهای زیادی برای یاد دادن به بقیه گروه‌های تحت ستم و بقیه جریان‌ها داشت. از جمله این که جریان صنفی معلمی با موضعی که در خصوص حق زبان مادری گرفت نشون داد که چطور میشه در دل یک جریان صنفی از بقیه گروه‌های تحت ستم حمایت کرد و همچنین مواضع مترقی رو اتخاذ کرد. اما یکی از مهمترین درس‌هایی که ما از جریان صنفی معلمی می‌گیریم تشکل‌یابی متداوم و سراسریه که این جریان ممکن کرد. ما می‌دونیم که در جامعه استبداد زده ایران جریان‌ها و جنبش‌های مختلف شکل کوتاه مدتی به خودشون می‌گیرن، به این صورت که یک جریان، یک جنبش، یک حرکت اعتراضی اتفاق می‌افته، خیلی زود سرکوب میشه و بعد از اون در واقع چیزی باقی نمیمونه و مگر اینکه سالها بگذره و دوباره از صفر یا پیش از صفر حرکتی شروع بشه. اما جریان صنفی معلمی با تداوم در امر تشکل یابی، تداومی که در طولانی مدت و حدود 20 ساله که در واقع دووم آورده و پا برجاست، به نوعی استثنایی بر این وضعیت کوتاه مدت بودن این جامعه حساب میشه. لیلا حسین‌زاده در رسانه‌های اجتماعی فعال بود. چند ساعت پیش از بازداشتش توییت کرده بود. این آخرین توییت‌های او از پیش از بازداشتش. نوشته است: وضعیت کنونی سپیده رشنو یاد خودم و بسیاری زنان دیگر می‌اندازدم. سال 96 وقتی از انفرادی آورندم تماس گرفتم، گفتن سالمی؟ بیای بیرون، خودمون پات رو قلم میکنیم، میکشیمت که اینجوری آبرومونو بردی. دیگه زنگ نزدم. گفتن تا دادگاهت میمونی تو سلول و خیلی هم ناراحت نبودم. از تصور بیرون رفتن میترسیدم. نمیدونستم چی در انتظارمه. اطلاعات با همکاری حراست دانشگاه پدر و خواهرم رو دیده بودن و هر انگ اخلاقی خواسته بودن زده بودن. لحظه آزادی از در کوچک اوین هنوز هم برام تروماتیکه. از جلوی در خروجی اوین تا زیر پل بیوقفه با فریاد فوش رکیک نسارم شد. گفتن دیگه نمیذاریم دانشگاه بریم، میبندیم توی خونه تا شوهر کنی. گفتم فرار میکنم، ولی زمان گذشت. سال 98 در تماس اولم از بند عمومی اوین با مادرم گفت خدا نابودشان کند مادر که به تو ظلم کردن. یک بار از پدرم شنیدم که به برادرم در موردم میگفت میدونم حق میگه. کسی رو شماتت نکنید. آگاهی مصریه. هر شلاقی که فرو می آید دو صدا دارد. یک صدا را شلاق زن می شنود. صدای دیگر را شلاق شده. زندانی ای اوج فریاد، زندانی ای هر دم در یاد، قفس را بسوزان، رها کن پرندگان را. زده شونه در چمن در شب وطن، خونه ارغوان ها تو ایمان یشورم کن تا در بزن شونه تا جران ها که در خون خستگان دل شکستگان آرمیده توبان به آیندگان نگر در زمان نگر بردمیده Thank you.
چند تا از توییت های طوفان توییتری رو براتون میخونم. لیلا حسینزاده باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردد. کلیه فعالان جنبش های کارگری، معلمی، صنفی، دانشجویی، زنان، رفع ستم و تبعیض، کلیه زندانیان سیاسی آزاد باید گردند. لیلا حسینزاده را آزاد کنید. کاربری دیگر نوشته است: آیا زیباتر از حمایت میتوان جمله دیگری وصف کرد؟ انسان با حمایت یکدیگر کامل میشود. از نامه زینب جلالیان به امیر سالار داوودی. میثم عالم مهدی نوشت: از مقاومت، مبارزه و ستم دیدگان گفت، هرگز از آنها قربانی نساخت. ما هم امروز از مبارزه و شجاعت تو میگوییم. با غرور از مبارزه زنان طبقه ما میگوییم تا دنیا ببیند فرزندان کارگران چگونه سر تعظیم به دست ظلم خم نکردند. اسماعیل بخشی نوشت: لیلا حسینزاده فعال دانشجویی، حامی همه ستم دیدگان و جنبش‌های حق طلبانه، جوانی و سلامتش را در زندان گرفتند. دچار بیماری صعب العلاج است و برایش عدم تحمل حبس زدند، اما مرتب با خشونت بازداشتش می‌کنند تا زجر کش شود. توجه دارید، بیمار است و با کارگری داروهایش را تهیه می‌کرد. الهام رسولی نوشت: لیلا نماد است، نماد دختری وسیانگر با فریادی بر سر بی‌عدالتی در جستجوی آزادی. لیلا یکی از شریف‌ترین انسان‌هایی است که من می‌شناسم. نه به فکر شهرت بود و نه پول، تنها دغدغه‌اش آزادی و عدالت بود. آفرید پرتوی نوشت: لیلا حسینزاده با تلاش بی‌وقفه و تحمل بازداشت و زندان نشان داده است که همبستگی و حمایت متقابل میان جنبش‌های کارگری، دانشجویی و رفع ستم و تبعیض امریست سرنوشت ساز و حیاتی برای دستیابی به آزادی و برابری. کسرا تبریزی نوشت: لیلا صدای بی صدایان بود و هست. خدیجه پاک زمیر نوشت: رفیق عزیز لیلا. سعید شیرزاد توییت کرد: لیلا صدایی بود که اکنون خودش در بند است. فکنون ما باید صدای این یارای کارگران و معلمان باشیم. آرمین شریفی نوشت: لیلا حسینزاده فعال سیاسی در مقابل استبداد ایستاده است و امروز در بازداشتگاه پلاک صد زیر فشار است. در بیرون از زندان توسط سایبری ها از جنس جمهوری اسلامی و سلطنت خواه مورد هجوم و تخریب قرار گرفته است. این یعنی فارغ از گرایش سیاسی او در جای درست ایستاده است. شفیع سعید نوشت: لیلا حسینزاده درباره جنبش کارگران، آنچه در هفت‌تپه جریان دارد اعتراض مستأصلی از سر گرسنگی نیست، تمرین ورود به زیست سیاسی نوینی مبتنی بر برابری و تعاون است. شوراها شکل می‌گیرند، زنان به میان جمع می‌آیند. محمد کریم آسایش توییت کرده: مگر می‌شود صدای نان، کار و آزادی را به بند کشید؟ الهام صالحی نوشته است: او که مبارزه برایش زندگی است. تقی رحمانی هم اینگونه توییت کرده است: لیلا فعال مدنی و سیاسی و توان مقاومت را دارد. امید است که زندان به تجربه او بیفزاید، اگرچه جای او زندان نیست. آتنا دائمی نوشته است: لیلا حسینزاده دختری پرشور و فعال بوده و هست. هم بند که بودیم از رادیکال ترین ها در برابر زندانبان و نهادهای امنیتی بود. او هرگز در برابر نهادهای امنیتی سرخم نکرد. همین صفت او برایم ستوده نیست. منصوره بکیش می نویسد: لیلا حسینزاده باید سالم و بدون قید و شرط آزاد شود. کسی دیگری به نام مردی که نمی خوابد لبخندت آزارشان می داد رفیق، متنی از گل سرخی را آورده است: زندان‌های ایران پر است از جوانان و نوجوانانی که به اتهام اندیشیدن و فکر کردن و کتاب خواندن توقیف و شکنجه و زندانی می‌شوند. ولی آیا با تمام این اعمالی که صورت می‌گیرد، با تمام این خفقان می‌توان جلوی اندیشه را گرفت؟ سندیکای کارگران شرکت واحد نوشته است: بازداشت خشونت‌آمیز لیلا حسینزاده به بهانه‌های واهی
و پرونده سازی تکراری علیه این فعال دانشجویی قابل توجیه نبوده و به شدت محکوم است. لیلا حسینزاده از نظر جسمانی قادر به تحمل حبس نیست و باید فوری آزاد شود. کاربری دیگر توییت زده است: ستاره ستیزد و شب گریزد و صبح روشن آید. و کاربری دیگر: زنی که فریاد می کشیده، زنی تمام چارچوب کهنه برهم می زده، من شیفته این زن هستم که با صدای بلند می گوید نه. محمد سخفی نوشته است: نه پدر و مادرش فعال سیاسی هستند، نه رانت رسانه‌ای حزبی دارد، تیزبین است و تسلیم نمی شود. هر بار که زندانیش می کنید، زندانیانی را ضد خود تربیت می کنید و نامش را به گوش مردمان بیشتری می رسانید. بارش صادقی نوشته است: ما باید تنها بر حق آزادی فرد زندانی تمرکز کنیم و از حق حیات، آزادی بیان و حقوق بشر هر انسانی دفاع کنیم. کاربری دیگر به نام صالحی اینگونه توییت کرده است: لیلا حسینزاده صدای ایران است. و کسی دیگر توییت کرده است: خیلی نگرانیم، شما لیلا را ندیدید؟ به لیلاهای من پشت نمی کنیم، او که مبارزه بخش مهمی از زیست اجتماعی جش است. و پویان مقدسی شعری برای لیلا حسینزاده نوشته است: دالانها پر از قهقهند، با لبان که می خندید؟ دخمه ها پر از چلچلند، با بالهای کدام پرنده در سفرید؟ بگویید در این دیوار باران از کدام دریچه به صبح می آویزید و با آسمان بیعت می کنید؟ که دالانها هنوز پر از قهقهند، که دخمه ها هنوز پر از چلچلند.